دو 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 درود بر شما عزیزای دلم، فدای شما من بشم. امروز اومدیم بهترین ترکیبای گلوبال تورنمنت رو خدمت شما معرفی بکنیم. باشم اینترو به شب که اینتروهای دیوانوار شده بود که همشون حاصل ذهن کثیف مریض اما خلاق شدو هستش. بریم که پر انرژی بهترین دکای گلوبال تور رو خدمت شما عزیزای دلم آپلودش بکنم. مانی رو دو اولین بار بچه دیدم، ندیده بودم مانی رو بین دوم دوتا باخت رو داد. البته که منم گوشی جدید خریدم، بقیه اکانت هامو به غیر از رو دوشت و اکانت خوردریز رو گوشی جدیدم انتقال دادم و امیدوارم نباشم، چون رو اونا که دیگه نمیتونم رنگ بزنم. دیوایس جدید خورده، رنگ بزنم اکانت ها بم میشم، باید سه ماشب بکنم. امیدوارم مانیو مسخره کردیم، روین پایین در واقع باخ ندیم. دکای خفن واسه شما طبق سایت بچه من انتخاب کردم، اجازه بدین سایت و بچه من بالا بیارم. این سایته، این بچه سایته و پر استفاده ترین ترکیبای همین گلوبال تورنمنت رو خدمت شما معرفی میکنه. خب در حال مشاهده صفحه فعال ریست هم شده، یعنی رفرش شده. خب اینجا ما یوزیج رو داریم. یوزیج یعنی تعداد بار استفاده شده، وین ریت یعنی مثلا 70%. حالا اینجا 69 شده، 69% پلگیرهایی که با این ترکیب بازی میکنن بتلاشون رو وین میگیرن، یعنی فقط 30%شون میباشن. ولی 1000 بار استفاده تعداد بار کمیه. 1000 بار استفاده بچه خیلی کم و من خیلی به 1000 بار نمیپردازم. مثلا این 2000 باره خیلی هم زیاد استفاده میشه. این توی لدر بچه ما همین امروز ویدیو پوشکاپ واسه شما گذاشتیم امروز زور و اونجا این دک بهم خیلی خورد. پرو پلگیرا با جوینت گوبلین دابل پرنس خیلی بازی میکنن. هادی پلگیر ایرانی هم با همین دک، ولی به جای جوینت گوبلین تکامل جوینت معمولی داشت. فصل پیش دارن که یک دنیا هم پیش رفت. دریل خیلی خفنه ولی این ورژنش خیلی سخته. این ورژنش رو به شما معرفی نمیکنم، این خیلی سخته باشه. با ماجیک و نیدو سر و کار داری، شدنی نیست. شاید بتونین ها، ولی خب من باید شما رو بچه درک بکنم، خودم بذارم جای شما. دکای خیلی سخت و معرفی نخواهم کرد. این هم دکه خوبیه ولی 1000 بار استفاده شده. ولی شما اینو ببینین، 4000 بار استفاده شده. با وجود 4000 بار استفاده 65% هم وین ریت داره. ببینین این دک معلومه که محشره. واسه شما این دکو آوردم. لامبلو نه ریسکی باشه، زده خودشو داره، زده خودشو داره، ریسکیه. آرژی هم ده که سختیه. خیلی از دوستان من میگم محمد آرژی بازی بکنیم، آرژی جوابه ولی سخته. اگر بگم به اندازه لاک بیت سخته بچه، من زیاده روی نکردم، آرژی واقعا ده که سختیه. حالا با ویزاردش یه ذره آسون تره ولی همچنان ده که سخت و طاقت فرساییست. دک بعدی که آماده کردم پکا، شما اگه دقت بکنین اینجا دک پاپیولار شده و 6789 بار ازش استفاده شده و 61% هم وین ریت داره. دک پکا رو باشه شما آوردم. این دک سختی، 1000 بار هم استفاده شده توشی نمیشه. دک بعدی گال مکشیری میبینین که 2000 بار استفاده شده، 61% وین ریت. گال مکشیری محشر فوق‌العاده است. بعدی هم بچه لاوا 1400 تا اینجا، یکم 1200 تا اینجا. این ورژن تومستونشه، این ورژنی که به جای تومستون گارد میارن که من با تومستونشو بیشتر توشه میکنم، دفاعش از این رو به اون رو میشه. هوگنادو که نمیارزه، پلگیر آنچنانی هم نداره. باسم گال مکسیری چقدر گال مکسیری زیاده. یه 6000 بار اونجا بود، یه 3000 تا اینجا، خیلی زیاد استفاده میشه. هوکشاکر که ویدیو زیاد گرفتیم، آرژی که گفتم، لاگ بیتو ببینی 50% هم وین ریت داره. لاگ بیتو نیشتم تو این متا پاسخگو نیست، هوگم هم اینطور. خب بریم سراغ گیم. دکا همه چیده و آماده شده، فکر و فکرتش رو بررسیش رو انجام بدیم. خب لاوار واسه شما عزیزان دلم آوردم. گال مکسیریو داریم، دریلو بچه داریم، از این طرف ما جوینت گوبلین دابل پرنس و بچه داریم، اینجا ما پکا رو داریم. تک تک دکا خارق العاده و عالی هستن. آخر کارم یه متل به هوک شکل بهش روک پلگیرا ما خواهیم زد.
بریم بتل اول با پکا شروع با لاوا شروع بکنیم. بتل اول بچه با لاوا شروعش بکنیم تا شیش افین و واسه شما ویدیو خواهم گرفت. ادامهش دیگه میافته با دکی اصلی. دوستانم هم میپرسم محمد اسکلتون دراگون جونش 1% نرف شد، این چه سودی داره؟ خب دوستان من، اسکلتون دراگون قبلا جونش 1 دونه نرف شد، قبلا با 2 ضربه ویزارد نمیافتاد، ولی به خاطر همین 1 دونه جونی که ازش کم شد، همونطور که دیدین اینجا با 2 ضربه ویزارد افتاد و بنو به خودش اتفاق جالبی بود. مینی پکا رو ولش میکنیم چون تا ولش قطعا میرود، ویدمو نگه داشتم تا ولش میره باشو. زپو رو تاور نزنه که ریسیت بشه بچه بالونو بزنه، دقت داشتی؟ خوبه. اگه واسون لاوا بخواد اسپل بزنه من سمت راست با اسکل دراگ عمله بکنم. خوبه. اگه تاور دگر می آوردیم تاور سمت راستش میره، اگه دگر می آوردیم عالی میشد چون که اینجا مینی پکا دمیج نمیزد، کلا با لاوا دگر خیلی بهتر و جواب تره به طور کلی. بالون سمت چپ، یه زپ اینجا، خیلی دمیج نباید بخوریم. آره بالاوا بچه ها دگر بیاریم، من اگه دگر داشتم همون مینی پکای دفاع میشو تاورم نمیرفت، همین که مینی پکای سمت چپی هم که انداخت بهم دمیج نمیشد. آره بچه ها دگر بیشتر توصیه میشه، درسته دگر بزنیم بچه ها. خب فعلا این لاوا از وسط، از وسط چرا میرم؟ میده تومسون اینجا والکیری تکامو زپو بزنیم. آره اون گوبلین گنگی که رفت بچه بوش میشه که من زپو حتما بزنم. یه بالون از فاصله خیلی زیاد که فکر کنم بیفته جلو. شد گابلین کیج خوب رفت، گابلین کیجش رفت لاوامون پوش حتی قشنگ زد. اسپل سنگین نداره، زدش این بچه دروب شده، ما واقعا زدشیم. یه زپ اینجا، این فدراگون از بگ بازیو باید کنترل بکنیم. یه لاوا اینجا، والکیری این فدراگون جمع میکنه. بله بعد شانسی ها بردیم، بالون اونجا دمیجی نزد ولی فدای سرتون. ویژارد رو بچه رو ولش میکنیم، یه لابا وسط هول نکنیم، هول بچه رو نکنیم. این بطل هم بچسبه هم تاور نمیره بچه، میچسبید هم تاور نمیرفت. مرسی. دگر بزنیم، بزنیم من یه بطل دیگه با لابا برم دگر بیام، با لابا فهم کنم دگر خیلی بهتره. اجازه بودیم بچه، من نمیخوام این توکن رو دریافت بکنم، دوش ندارم. با دگرم لاوا رو تش بکنیم که به شما من عالی ترین ورژنش رو معرفی بکنم. سب میکنم اگر شروع نکنه لاوا رو فش پلیش میکنم، که خود نه شروع کرد و ما همون والکریمون رو از عقب میندازیم. چقدر تاور دگر با این اسکین تاور ست بچه، من نمیدونم کدوم اسکین تاوره، ولی خب اگر دارینش خیلی سفه، از دستش ندهیم، واقعا دارینش از دستش ندهیم. تونسون رو بچه مجبوریم بندازیم، یه زپ بچه اونجا. نوبتی هم که باشه نوبت لاواش، اینجا میزه دمه رو باید جمعش بکنم، ولش کنه دمش میخوره بچه. مرسی لاوا از بنگ گرکسی شمالی خیلی جلو هستی، خیلی زیاد. خب دکش پکاش، دکای پکا معمولا ایویز ندارن، الان امیدوارم بعد بافی ایویز نیاورده باشه. دکای پکا ولی معمولا
ایویج ندارم. این فرا دراغون جا؟ یه دونه وید رو چیش؟ چون ویزارد نمیافته بچه، این فرا دراغون حریف ویزارد نمیشه. یادتون باشه این فرا دراغون حریف ویزارد نمیشه. رم رای دره از اونجا که تونستونیم اگه بطل رم بود خیلی بهتر میشه. یه دونه زپ اینجا؟ چون میبینیم بچه ها زپ شده بود، یکم ریسک بود، میتونستیم اون وقت زپ نزنیم تا بره ما چیز دیگه دگر بود، تا بره ما میتونستیم زپ نزنیم. هم فونیکس داره هم ویزار، خود تک ویزار داشتم زدن لاوا سخته، زدن پکای زره سخته. هم فونیکس داره هم ویزار داره. لاوا از بک سر این فونه دراغون اونجا، یه تومسون بچه اونجا، تومسون رو تو دهنه پکان اندازین. خب اینجا فقط یه دونه ویزارد داره بچه‌ها. چون من میدونستم ویزاردش جوری میره که وید نزنم میشه زد میشه. اسکل دراغ اینجا مشی، اینجا دونه زب که 100% تا بره بچه ها برواد، من نمیخوام ریسکی بشه. یه والکری اینجا، تونسون رو نگه میدارم واسه چیز، واسه اون در واقع از چپ الان میندازه. بله رم رو درسم تو چپ، یه دونه وید اینجا مشی. ای بابای کاش وید اونجا میزدیم تا برش میرفت. آره بچه ها با اینکه فونیکس و ویزارد داشت ولی خیلی آسون وین گرفتیم. با لاوا توشه میشه که دگر بازی بکنیم. من احساس میکنم که دگر با لاوا مچ داره. خب دیگه بعدی اکسیگالم، اکسیگالم هم بدون شک دگر، دگر با اکسیگالم فوق العاده است. اکسیگالم ویدیو شما زیاد گرفتیم واسه شما، پس توضیحات خیلی زیادی نمیدم و جنگی بریم سراغ بتلا. فقط توضیح کلی بخوام بدم، اکسیگالم درسته ترکیب حمله‌ایه ولی به این معنی نیست که شما دفاع رو بیخیال بشی. نه دفاع رو بیخیال نباید بشی، ولی خب کمتر باید به دفاع بها بدی. آره اینطوری میتونم بگم، بیخیال نباید بشی ولی کم کمتر باید بها بدی. یه ویزارد اینجا، اینجا تیر رو بدون شک بچه من میزنم، سنگین دمش میده بار بکر. یه دونم سیسکلت اینجا، ویزارد معمولی جونه سیاد شده ولی ویزارد تکامل از شیلدش کم شده. به طور کلی میشه گفت نرف شده، چون شیلده خیلی ارزشمند بود، الان شیلده با زب میفته، قبلا با لاگ هم نمیفته. نایتویچ اینجا بخش شده ریج که مجبور بشه کارتاشو بریزه و ابیلیتی اسکلت کینگ ما هم پر بشه. سر اینجا ابیلیتی چرا؟ چون اکسیر نداره. آخه کاش نمیزدی، کاش نمیزدی. چرا؟ من فهمی کردم که ریشت بشه، من فهمی کردم لیتل ریشت بشه. منتظرم والبکر بری، چیز رنگ بچه والبکرشو نمیره شافت. چقدر زرنگ بچه والبکرشو ننداخ، ایلوش من دونه باشی که این ویزارد یه دونه به تابر میشنه. خیلی هوشمندانه عمل کرد، ویزارد منو کشید بیرون. نمیدونم اسپلش چی بچه ها، اسپلش رو باید بدونم. دکش که ما نسایی که بره یه حمله جمعه بزنیم. سن اینجا ریج و اسکلت ها خوبه. ابیلیتی رو چرا میزنم؟ چون که تیرش رو زده. سر اینجا تیر شی سایکل خوبی کرد ولی بازم فکر کنم کم گره. بله تو آوریک اینجا باید برفت. خوبه. خب میدونستم وال بکر بدی. کم کم میریم سراغ ویچ سایکل رو تاورش. خورد خورد بچه باید به تاورش با وی دمش بدیم. از ویزارد باید دفاع بکنیم. تیرو نمیزنم چون هم مگانایت میاد. اکشی میترسم کم بیارم. الان تیرو میزنم.
او ویژارد کارو تموم کرد نشید. خیلی تمیز این بطل و بچه وین گرفتیم عالی و بی نقش. با یک تون حمله به موقع کارشو تونستم تموم بکنم. حمله علکی انجام ندادم. یک حمله یک تاویر. حمله به موقع. حمله به موقع در جد حمله تموم شد و رفت. حمله به موقع در جد حمله. چرا این جوایز نمیگیرم؟ چون توکنام پره. میخوام سر فرصت خالیشون بکنم تا جوایز رو دریافت بکنم. بریم سراغ ترکیب دریل که این دک دریل نسبت به بقیه دکا بچه‌ها سخت‌تره. اگر سایکل پلگر نیستین این دکو من به شما توصیه نمیکنم. این از بقیه دکای پیشنهادی من سخت‌تره. خودم دارم بهتون میگم حواستون باشه بچه‌ها. اگر الان میخواین بازی بکنین دک سختیه. فکر کنم حبزه‌جلش نمیتونم کینگ تاور اکتیو بکنم چون باید مینی پکا دفاع بشه. سه اسکلتو میرم که نایت هم دمیج نخور و با همین نایت بتونم ضد حمله بزنم که خب حمله کرد و به مجازی ضد حمله رو نداد و زلزله نیست. از سازو بچه احتمالا مگانایت هم داره. پویزن رو نزنین. چیه بچه هرچی میشه پویزن میزنین نزنین بابا جا. پویزن نزنین. نایت بندازه. همین نایتو مجبور دفاع کنه. همین نایتو مجبور دفاع کنه. یه دریل اینجا کینگ تاور اکتیویشن رو باید اینجا انجام بدیم. بله کینگ تاور که بالاخره اکتیو میشه. کینگ تاور اون اکتیو نشی مرسی. کینگ تاور اون اکتیو نشد. خب اینجا دمولیشر یه دونه اسپریت اینجا که یه جور دمولیشر ما رو زخمی نکنه. کینگ تاور هم اکتیو عالی شد. محشره می نویسم امضا میکنم. مگانایت هم داره. این دکا رو بچه من خوب میشناسه. همشون مگانا دارن. این دکا دکای کثیفی هم خوبه. تو دهنش برین که اگر پیشبینی هم کرد بازم دش پرینس رو بگیره. اگر اسکلت تو دهنش بری هر طور هم پیشبینی بکنه بازم دش پرینس گرفته میشه. دمولشه از بک فکر کنم فارکرکر بعدیش تکامله. اینجا دیگه پوزن رو باید بزنیم. محمد چرا دریل تو نمیندازی؟ یه اسپریت پیشبینی واسه فارکرکر. چرا دریل نمیرم؟ چون که خب میترسم مگانایت باشه. باید دونه مگانایت دریل من آسون دفاع باشه و زده عمله سنگینی بخورم. مرسی دمولیشه. تسلام هم نمیندازم. بله حدث من کاملا درست بود. کرکرش تکامله. مرسی دفاع. اینجا وقت زده عمله هست. اینجا وقت زده عمله هست. کارتای دمولیشن همون مونده. خب قطعا پویزن. ببین میبینی به موقع عمله بکنی میشی همچین دمیجی میزنی. ولی اگر علکی بندازی هیچ کاری نمیتونه انجام بدی. تسلا و اشپریت این لاغ بچه رو اشکلت ها. عجله بازی نکنید. دمولیشه کارت دفاعیه. اسپریت دفاعیه. فایر پویزن بچه دفاعیه. تسلا دفاعیه. نایت دفاعیه. اصول این دک بر دفاعش. عجله نکنید. حتی اگر مثل من جلو هستی ترتیب شرفی موقعیت پیش آوردی مثل الان امرو رو انجام بدی. دمولیشه دوم یه دونه نایت اینجا. دمولیشه رو بچه رو با پوزن رو نمیزنم. دمولیشه رو کی میخواد بگیر آجی؟ یدنه تسلا اینجا پوزن مچو اینجا. درسته نیازی به دریل نمیبینم. میریم تو لاک دفاعی فول زد اینجور دکا از بچه دریل. اینجور دکا رو ما قاتلشو نگیم. فکر کنم فارکرکر بعدیش تکامله. باز مچه شد و درست بود سر اینجا لاک. مرسی بین لاک. مرسی دفاع عالی و بی نقش. خب عمله کن. عمله کن بینم چه میکنی بچه جان. همون جان عزیز من عمله کن بینم چی کار میخواد بکنی. همون جان من عزیز من هیچ غلطی نمیتونی بکنی. هیچ غلطی دفاع کنین. اصلا بچه از قصدم که شده تو همچین شرایطی دفاع بکنین تا حالا اسکیلتون تو این ترکیب مد نظرتون بیشتر بشه و بتونین بهتر دفاع رو انجام بدین.
فشاری شده ریف، شخصه که فشاری شده. بذار بیشانین هم دفاع بکنیم. آره حتی از غرص هم که شده بچه ها دفاع بکنیم، بازیتون حرفه ای تر بشه. حالا دیدی داره میبازی، سریع اسپر بزن به تا برش. مرسی داشت. اینم از دریل، عالی بازی کردیم، فول جدشم بودیم. کلا دریل پر استفاده ترین دک بین اینا، اول پکا بود بعد دریل دیگه بین این دکا، واقعا فوق العاده اش. 1500 تا گولد که شافت اصلا روت میشه تو با همچین اکانتی 10 تا دونه وایلد کارت بدی مفلش. خب اینم خیلی زیاد استفاده میشه دک. این دکم واقعا زیاد استفاده میشه و زپ تکامل هم میارن، بومبر نمیارن. البته من با وویدش رو دیده بودم، این وید نداره، امیدوارم بهمون ویزارد نخوره. ببینیم چه جوری هاش. بچه ها من با وویدش رو دیده بودم، من اینجوریش رو نگده بودم. حالا تو سایت بوده دیگه، بریم ببینیم چه میشه کرد. اسکلت تکامل معمولا تو دکای شاکل شده، اسکلت تکامل هستیم. 3 میلیون هم داره. فونیکس، فونیکس سمینیون و اسکلت تکامل رو بتلدم، میتونه مگانایت هم باشه. اون فونیکس سمت راست رو باید دفاع بکنه ریف، چیزی که من میدونم. ایویز خیلی خوبی رفت، من جوینت گلون نمیرم به خاطر ایویزی که رفت، جوینت گلون بچه رو نمیرم. یه دارک برنس اینجا. دارک رو میتونستیم بهترم بندازیم. آره میشد بهترش انداخت. او دارک برنس قوی بچه ایویز رو زد. چقدر خوب بود اینجا دارک برنس ایویز رو انداخت. خیلی بامزه بود، خیلی بامزه بود، واقعا کارت خوبی دارک برنس. خب پویزن هم دارم لاباش، اوز میخوام پکاس بچه فولی جد دلانچی، خیلی جد میده به الان تورنومه بچه خیلی زید میده. میبینی پکا انداخته بگه تا من جوینت اومدم بچه به این پکا انداخته. خیلی بده سر اینجا تیر. او لاغش رو زد، پلیگیر خوبی هم هست. لاغ داره با پوژن، دش پرینس رو راحت میگیره. جاینت گلون رو نمیدم چون با پکاشون دفاعش میکنه. یه دونه زپ اینجا، اینجا چون پوژنش رو زده من حمله بزنم، ولی بازم نه نه اکسیرش کمه، اکسیرش کمه. یه ریج اینجا، نه اکسیرش کم نبود. پرینس شان بزن پکارو، شیر مرد بزن جونه پرینس به کار انداخت. خیلی برم سریع باید بریم باشه عمله بعدی، از اونجا که پکا نداره باید عمله بعدی رو فورا انجام بدیم، که خب نمیخواد این اجازه رو به من بده. ای ای آها اون تکامله بچه چون گوبلی میده بیرون پکا رو اذیت میکنه. میبینین اون تکامل جوینت گوبلین چون گوبلین میده بیرون پکارو بچه ها اذیت میکنه. دو طرفه تمیزی زدیم، سمت راست پرینس بود، سمت چپ هم جلوی دارک پرنس هم حمله رو بچه ها انجام دادم و تونستیم خیلی تمیزیم و تلم وین بگیریم. ولی زدمون بود و من هم ببینین پکا داشت، خود پکا به تنهای فول زد جوینت گوبلینه، بعد پویزن هم داشت، با لاگی که داشت میتونست دهشون پرینس پشت مثلا جوینت گوبلین هم بگیره. خدا وکیلی اگه خوب بازی میکرد میتونست که ما رو بزنه، ولی بازم خدا رو شکر ویزارد تکامل نداشت. حالا ای ویز کارش میشه کرد. ولی به اینو ما زدش بودیم، اینو ما زدش بودیم، اینو ما زدش. نه 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 ویزارد تکامل داشت با فونیکس، زپوتیر هم داشت، رم رایدر هم داشت بالونو میگیره. به کمک تومستون ما اینو زدیم ما بچه،
دوشانه که لاوا میژنن تومشتون مرکش. خب بریم این دکم تش بکنیم، پکارو هم تش بکنیم. من تعریفشو واسه شما زیاد کردم، بریم ثابت بکنم که تعریف علکی واسه شما نکردم. خب با پکا گرند زدم، با متین کلاب و مانیش نفر گرند رو تکمیل کردم، ولی خب متشمون ویدیوشو گرفتم ولی صدامو نیافتاد متشمونه. دلم گرفت لنچی، دلم گرفت بچه خدا وکیلی. اگر تا 5 سنه دیگه بازی نکنه ویدیو رو تا ورش خواهم زد. 1, 2, 3, 4 و 5. خب اینجا دونه بندیت اون مجبوره که دفاع بکنه، بندیت منو، و دفاع هم کرد. دفاع هم کرد. رم رو دین اینجا. گوشت دو دوتا میزنه، گوشت بچ رو دوتا میزنه. ای ول گوشت من فرار کرد، گوشت من هم دوتا بزنه حالی میشه، نه یه دونه شد. خب بازم بد نیش، گوشت من فرار کرد یه دونه زد، خیلی خوب شد، حالی شد. یه ویزارد از بک، حالا که اونم ویزاردشو بازی کرده، ما هم ویزاردمونو در واقع بازی میکنیم. یه دونه بچه رو امرو داری اینجا. ای پکا چجوری زد؟ خدا وکیلی بچه پکا رو امرو داری چطور زد؟ چقدر باف پکا رو امرو داری، باید تاوه رو میخورد بچه ها. اون امرو داری که من رفتم باید تاوه رو میخورد. ویژال زندهش. ویژال ده من مرد. ای بابا همه شی برزید ده مشاری جان. نه چشم تافه. وای گستم چشمید، وای مرد شورو تو ببره. سر ریشکی شده آجی. زپو بچه رو نمیزدم نیشش بید. تای بچانشی داریم میاریم ها، خیلی داریم بچانشی میریم بچه رو. اینم زد آجی. بزن شیر زن. وید بشه رو تاویر.
وای من فقط یه اکانت داشتم، البته اکانت خوردریجم هشت شلکی حریف پلگیرم نبود آجی. ای بابا ببینم، نه پلگیرم نبود آجی، یکی دیگه بزنیم با حالا اشکالی نداره. اکانت خوردریز دو تا دیگه بچ، سه تا دارم در واقع، الان شاید روز سه تا باید بزنیم دیگه، الان شکارش بکنم. لعنتی فکر نمی کردم تا این برشه، لعنتی خیلی بد شد، خیلی بد شد، داشت خیلی نبود. مفت خیلی دمش خوردم، خیلی مفت دمش خوردم. آره دیگه من میخواستم رو اکانت اصلی شب بکنم رنگ رو بزنم، ولی افتاد رو خوردریجا دیگه، خوردریجا رو باید رنگش کنیم. خوردریجا رو بچه با رنگ بکنیم متش بکنیم. زپو نمیخواستم بزنم ولی مجبور شده. خوب بازی که خوب بازی میکنه. باید ببینیم چی میشه کرد دیگه. یه گوشت سمت راست، گوشت سمت راست. خوبش عالی شد اینجا. یه زپ پیشبینی مرسی، خیلی وقت بود زپ پیشبینی نزده دادم تموشه کارش. شیش کمم حیف شده جی، حیف شده جی. نه باخت ولو ما برشان چیم دیگه، رو دوستان قدیمی تر میدونن برشان چیم. من میباشم معمولا یک دونه رو میباشم. البته که میشم زدشا، میدونی چرا؟ چون که خب الان ما اگر خوب بازی بکنیم به نظر من میشه زد همچنان، همچنان من فکر میکنم میشه زد. مرسی الکترش بیرید. همچنان بچه من فکر میکنم که میشه زد اینجا دونه ویزارد. ما اگه ادامه لده رو خوب بازی کنیم رنگ رو همین اکانت هم میشه زد. حالا ببینیم پروردگار چی میخواد همش رو شانسه. شما بدون باختم باشی بچه، شما رو فقط اگه بدون باختم که باشی سه چهار تا به شما فولزت بندازه بازنده ای، اگر پنج باخت چهار باختم باشی ولی مشاپای بهت بندازه که به سودت باشه بازی رو خواهی بود. حالا ما به فال نیک میگیریم این موضوع رو. در هر صورت لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نشود که باشه دلگرمی منه. بتلو یالی زدیم، یک دونه دیگه میخوایم برو یالوک سایکل بزنیم. یالوک سایکل عزیز، یک دونه بچه بزنیم با روی لوک سرکل هم بزنیم و بعدش ویدیو رو تمومش بکنیم. خب روی لوک سرکل رو با پرنسس میشه زد، با کنوندر هم میشه زد، ولی خب من چون تو این دکه کم حرفه ای تره هم با کنوندر میزنم. اول سه اسکلت که تکاملش بیاد بعدش میتونیم مثلا آنچکوین از اقعه بندازیم. خب مگانایت، مگانایت حواستون باشه، مگانایت آشکونه شما نپره بچه ها، ببینی حواستون باشه نپره. دلیوری اینجا، کنون بچه اینجا، اسکلت اینجا میشه. از این بهتر فکر نکنم مثلا میشود دفاع کرد. خب ببینم واسه بومبر چی میندازی. زب شده شر اینجا بچه ها رویالوگ یک سیرش کمه. یه
یه بمبر از روپور برم واسه فارک رکر؟ نه نه، ممکنه مگانایت بره. خب آچه کن از اینجا یه دلیوری اینجا. ولش میکنم، ابیلیتی کوینم و بچه نمیزنم با اینکه میدونم دمیج سنگینی میخورم به خاطر کلونر مفلس، ولی ولش میکنم، اشکالی نداره. سری ابیلیتی چون مگانات میره. سری جو بچهش برید فران هم لگه برید ایویز میندازه، ولی من بومبر میرم متابرش میره ایویز. نه ایویز نباخ. خب فکافه که بچه بریم توی دفاع زدش هستیم، میریم توی دفاع صد در صدی، کارش رو تموم میکنیم از ایشون. فقط میخواد چیکار بکنه؟ میخواد کنون رو بگیره که هوگلایدر بنداشه، ولی من نمیذارم کنون بمیره. میبینیم ابلیتی کوین یه دلیوری کل عملش جمع میشه. تشکر. ابلیتی دوم کوین خواهد آمد؟ نه. خب تموم شد و رفت عزیز شما، تموم شد و رفت. هول نکنی پیروزی عزیز شما، هول نکنی پیروزی عزیز شما. خب یه وقتیل هم با رولوک سرکل خدمت شما بچه ها زدیم، حالا منتظر پارتای بعدیش باشین. امیدوارم این گندی که زدیم به خاطر اینه که مانی و مسخره کردیم جبران بشه، حالا بتونیم تا وینای بالاتر هم بریم. عرضه را در دوستتون دارم خیلی زیاد، شما هم لایک و کامنت و شاب و بچه ها انجام بدین که به من انگیزه بدین. تشکر میکنم عزیز منی، تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه.